وسط اضلاع یک لوزی به طول ضلع 5 رابطه رو متوالی به هم وصل کرده این محیط شارژلی حاصل کدام یک از اعداد زیر است؟ خب بچه ها سوال یه سوال در نگاه اول خیلی سخت به نظر میاد و خب واقعا هم یه مقدار کار داره، یه ذره باید احاطه کامل داشته باشید به ویژگی های لوزی و نکاتی که در رابطه با این چهارزلی وجود داره تا بتونید به طور درست به سوال جواب بدید. اول از همه سوال من گفته که وسط از یک لوزی به ضلع 5 رو به طور متوالی به هم وصل میکنیم، چهارزلی که پدید میاد چیه بچه ها؟ بریم شکل رو ببینیم. چهارزلی که پدید میاد طبیعتا یک مستطیله. این مستطیله یک سری ویژگی هایی داره. در وهله اول براتون ثابت میکنم که محیط مثلث MNQP برابر میشه با آسی به علاوه DB. قابل اثبات، اثباتش الان براتون مینویسم. اما این نکته رو باید بدونید که اندازه NP و اندازه MQ که موازی با آسی هستند برابر نصف آسیه، یعنی اندازش برابر با AO میشه. اندازه MN و اندازه QP که موازی DB هستند برابر با 1/2 DB، یعنی برابر با OD میشه. من میگم محیط MNPQ رو میخوام بنویسم P محیط مستطیل MNPQ. PMNPQ مساوی با MN به علاوه NP ضرب در 2. خب من گفتم MN برابر چیه؟ MN برابر نصف DB، یعنی DB دوم، این دوه میمونه، 1/2 DB به علاوه NP. چی بود بچه ها؟ NP نصف آبه بود، آسه بود، یعنی آسه دوم، 1/2 آسه. خب این دو بیرون با 1/2 ساده میشه، پس محیط این چهارزلی MNPQ همینجور که بهتون گفتم برابر میشه با DB به علاوه آسی. خب شد DB به علاوه آسی. حالا گفته طول یک ضلع این لوزی 5 سانتی متر، این طولش 5 سانتی متر. بچه‌ها مثلث AOB رو نگاه کنید، مثلث AOB. میدونم توی هر مثلث یک قانونی وجود داره که جمع اندازه دو ضلع باید از ضلع سوم بیشتر باشه، یعنی AO به علاوه OB باید بزرگتر از AB که 5 سانتی متر باشه. AO به علاوه OB باید بزرگتر از AB که 5 سانتی متر باشه. خب الان من اگر AO به علاوه OB رو ضرب در 2 کنم، یعنی کل این چیزی که می‌بینی ضرب در 2 کنم، AO ضرب در 2 بشه میشه چی؟ AC. OB ضرب در 2 بشه میشه چی؟ OBD. بزرگتر از چند؟ 5 ضرب در 2 10. سوال از من چی گفت؟ از من چی خواسته؟ گفته محیط چهارزلی حاصل یعنی MNPQ. من گفتم محیط برابر چیه؟ BD به علاوه آسه، همینی که اینجا نوشتم، باید بزرگتر از 10 باشه. یه نگاه به گزینه ها بنداستن و گزینه که بزرگتر از 10 گزینه 4، 11. پس پاسخ این تست میشه گزینه 4.